وقتی مبدل حرارتی فرسوده پتروشیمی شیراز از مدار خارج شد، کشور سازنده این دستگاه را به ما تحویل نداد و حتی حاضر به تعمیر آن هم نشد. تعمیر نمی‌کردن اینجا برای ما. چرا؟ نمی‌کردن. هر ساعت که خط تولید این کارخانه به علت نبود این مبدل تعطیل بود، میلیون‌ها تومان ضرر در پی داشت. تسریع در کار تولید و تداوم تولید مهمتر از حتی بعضی مواقع از هزینه ها میشه. اما طراحان و مهندسان جوان برای طراحی این مبدل پیش قدم شدند. متریال خاص دارن، هم تکنولوژی بالا برای طراحی، نیاز به آنالیزهای حرارتی دارن، شوکای حرارتی داره. کمتر از دو ماه مبدل طراحی و در مرحله ساخت قرار گرفت. کل مراحل نوسازی و ساخت همه به دست متخصصین داخلی خودمون انجام میشه. مبدل 80 تنی در مدت 6 ماه ساخته و نصب شد. به نام و یاد خدا آقای منجسامی، لطف کن استارت کنید. این آغازی برای یک پایان بود. پایان وابستگی. 2 میلیون دلار ارزش قطعات یدکی تجهیزاتی است که ما برای اولین بار اینو ساختیم. اما این خودکفایی تنها به صنعت پتروشیمی ختم نمی شود. در شیراز کوچکترین قطعه تا قولپیکرترین تجهیزات صنعت نفت و گاز طراحی و ساخته می شود. تجهیزاتی رو طراحی و مهندسی کردیم که در دنیا سازنده‌هاشون به اندازه انگشتان دست هم نیستن. مثلا همین قطعه کوچک اتیزدنی مغزی که در چاه‌ها و مخازن نفت کاربرد دارند برای نخستین بار در شیراز طراحی و ساخته شد. اگه میشنوید که ایران روزی 4 میلیون بشکه در روز داره نفت تولید میکنه، 4 میلیون بشکه رو داره از خلل و فرج‌های نمونه‌های سنگی مثل این داره استخراج میکنه. اگر بتونیم با 1% افزایش ازدیاد برداشت، با 1% نفت هم بشکه 50 دلار شما در نظر بگیرید، بیش از 200 میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه میشه. و اما اینجا در شهرک بزرگ صنعتی شیراز بیش از 95% تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در این کارخانه بزرگ طراحی و ساخته میشه. تجهیزات ثابتی مثل مبدل‌های حرارتی، کولرهای هوایی، درام‌ها، مخازن، راکتورها. در این کارخانه بویلرهای قولپیکر ساخته شده که تنها چند کشور جهان قادر به تولید آن هستند. این تجهیز توی پتروشیمی تولید متانول هست که بعد از کوره‌ها نصب میشه. بدون گرفتن هیچ نوع کمکی از هیچ منبع خارجی تولید می‌کنی. برای اولین بار تکنولوژیش توی ایران اتفاق افتاده. ما شعار نمیدیم، ما عمل میکنیم. بیش از 50 نفر طراح نخبه در این کارخانه کار طراحی را انجام میدهند. به جایی رسیدیم که کار واسه ما نشد نداره و تونستیم که با تیم خوبی که داریم یه پلنت رو از صفر تا صدش رو طراحی کنیم. 67 سال قبل زمانی که قرار بود صنعت نفت ملی شود، ملت ایران را ناتوان در اداره این صنعت دانستند. گفتن ملتی که نمیتونه یک آفتابه بسازه چجوری میتونه صنعت نفت رو اداره کنه؟ حالا متخصصان ایرانی با وجود همه تحریم ها ثابت کردند که هم توان اداره صنعت نفت را دارند و هم قادرند پیشرفته ترین تجهیزات پالایشگاهی را خود بسازند.